میهمانی رو در استودیو داریم، آقای نی نان وانگ، خبرنگار بخش چینی صدای آمریکا که اینجا در استودیو کنار ما حضور دارن. آقای وانگ خوش آمدید. خیلی ممنون که در این مصاحبه شرکت کردید. چین یکی از اعضای در واقع توافق اتمی برجام بوده و من می‌خواستم شما بپرسم که موضع چین که به عنوان یکی از اعضایی که در برجام حضور داشته، موضع چین درباره آخرین اظهارات پرزیدنت ترامپ که امروز انجام شد چیه؟ مقامات چینی بالاترین آقای یانگ جینچو بالاترین مقام مربوط به این مکالمه ای داشته با آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا. در طول مکالمه شون صحبت کردن راجع به مسائل هسته ای ایران و دیروز در سخنگوی وزارت امور خارجه چین این بیانیه را در رابطه با موضع چین گفت، گفتش که چین معتقد است که برنامه جام اقدام مشترک نقش بسیار خطیری داره برای صلح و ثبات در منطقه و همینطور برای جلوگیری از گسترش هسته‌ای. برابر این چین مؤکداً می‌خواد از تمام طرف‌های توافق که ادامه بدن اجرایی بودن توافق رو. این بیانیه رسمی وزارت خارجه چین بود دیروز در کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت خارجه چین. حالا اگر فرض بگیریم که اوضاع به سمتی بره که وضعیت ایران در قبال سایر کشورها بحرانی بشه، موضع چین چه خواهد بود؟ نگرانی چین دو تا نگرانی عمده است. اگر وضعیت بدتر و بدتر بشه و نهایتا یک بحران هسته‌ای دیگه از طرف ایران پیش بیاد، اون وقت تحریم های بین المللی بیشتری احتمالا خواهد بود. اگر چین اتفاقی بیفته، اون وقت بزرگتری تدبیر سیاستی چین به در معرض خطر خواهد بود و اون به خاطر اینکه پرزیدنت شی جین پینگ طبعا امضا کرده، به خاطر اینکه یک سرمایه گذاری عظیم در زیرساختار کرده و همینطور منافع گاز و گاز چین به خطر میفته و از طرف دیگه نشون دهنده و در واقع در رابطه با بحران مربوط به کره شمالی میتونه هماهنگ همخوانی بکنه با تمام اشکالاتی که اون داشته. اگر به این نتیجه برسیم که دولت ترامپ کره شمالی به این نتیجه برسه که دولت ترامپ خیلی جدی نیست در مورد مذاکره، اون وقت در واقع تصمیم خودش رو کره شمالی به تکمیل و ساخت تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های بالستی شدت و عدت بیشتری خواهد داد و این چین رو در موقعیت بسیار مشکلی قرار خواهد داد، به خصوص موقعی که پرزیدنت ترامپ بخواد در ماه دوم بیاد و چین بازدید کنه.